کسی که اتومبیل را میراند خطر بزرگی را به جان میخرد. بگو یا رب. و این سرنوشت کسانی است که رژیم جمهوری اسلامی آنها را خیانتکار میداند. چه بد گفتم. لپیداسیون، فلاجلاسیون، شلاق زدن. کسانی که از بالای کوه به پایین پرتاب می شوند، قطع دست و پا و اعضای دیگر بدن، این قانون قصاص است. یعنی مقابله به مثل، چشم به جای چشم و دندان به جای دندان. تنها ظرف چند دقیقه یک نفر را محکوم به مرگ می کند. چه تعدادی در این سالها در ایران اعدام شدند؟ در 7 سال اخیر حداقل 50,000 نفر، شاید هم بیشتر. چه تعدادی از جوانها در جنگ جان خود را در جنگ علیه عراق از دست دادند؟ بچه های 9 و 10 ساله را روی مینها می فرستادند. ایران بین 700,000 تا 800,000 نفر در این جنگ کشته داد. عده زیادی دیگر معلول و ناقص العضو شدند. پناهنده بدون یک شاهی پول در ایالات متحده امریکا ماها سعی می کرد زندگی را به نحوی بگذراند. بعد تصمیم گرفت از حالت انفعالی بیرون بیاید. در ژانویه 1986 همه چیز را رها می کند و به پاریس می آید و برخلاف میل خود از خانوادهش دور می شود. امنیت و صلاح چنین حکم می کند که زن و 2 فرزندش در امریکا بمانند. خانه و رفاه بازیافته کار و زندگی خود را رها می کند و در پاریس پایتخت مقاومت در برابر رژیم آیت الله ها مستقر می شود. اولین هدف او جواب گفتن نکته به نکته به دروغ ها و خونسا ساختن تبلیغات جمهوری اسلامی. گنجی جنگ امواج را شروع می کند. کاست، ویدیو کاست تهیه می کند که به ایران فرستاده می شود تا در آنجا تکثیر و توزیع شود. مهمترین پیام این کاست ها آن است که اسلام و آزادی و حقوق بشر با هم در تعارض نیستند. ایرانیان می خواهند احترام، استقلال و آزادی خود را مانند همه مردم دنیا به دست آورند. یک رژیم خودکامه به نفعی که امروز در ایران وجود دارد، اونطور که از زمان خمینی مأمور شده که یک نفر به عنوان نماینده خدا، ولی فقیه و برتر از قانون و قدرت ملی قرار دارد، مورد قبول ایرانیان نیست. Le représentant de Dieu ou le guide principal religieuse qui se met au-delà de la loi et au-delà de souveraineté de peuple. درست به همین دلیل است که رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی گنجی را متهم به کفرگویی حتی در زمینه مذهبی می کند و فتوای مرگ در مورد او صادر می کند. این یکی از کارهایی است که چند تن از همکاران جوانش در جنگل بولونی در داخل شهر پاریس به ما نشان دادند که آنها به عنوان یک وسیله بسیار موثر و کم خرج جهت پخش اعلامیه در داخل ایران از آن استفاده می کنند. اطلاعاتی که به تهران به صورت منحصر و بسته میرسد باید پخش و افشا شود. از بادکنک های رنگین بچه ها میتوان استفاده کرد. در این نوع عملیات کوههای متعدد ایران نیز البته به کمک میآیند. فقط کافی است جهت باد در نظر گرفته شود. این دفترچه راهنمای عملیات است. در آن همه چیز توضیح داده شده است. 2 سیگار روشن شده لازم است که به موقع نخهای نایلونی را قطع کنند تا اعلامیه ها روی شهر ریخته شوند. توی این کتابچه دستور تهیه استنسیل هم داده شده است که چطور می شود با استفاده از یک ورقه چوب، یک قاب فلزی
چند پیچ، کاغذ و نوار چسب به تکثیر تراک و اعلامیه پرداخت. می توان استفاده از این گونه وسایل ساده را به استهزا گرفت. پخش تراک، پیام تلویزیونی مخفیانه، توزیع کاست، برنامه رادیویی، پخش اعلامیه به کمک سیگار و نخ و بالون، شعار نوشتن و شکل کشیدن، تغییر دادن شعار، مجموعه اینها برای رژیم مسئله می سازد، مزاحمت آمیز است. وقتی این چیزا تهیه شد، باید دستور کار را به اطلاع مبارزان رساند. در کوچه های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، طرفداران گنجی مخفیانه به لاستیک اتومبیل ها اعلامیه که با کش بسته شده میچسبانند که در اثر حرکت و سرعت اتومبیل کش پاره شده و اعلامیه ها آزاد و پخش میشوند. از داخل با ما تماس میگیرند. برای مثال از ایران کسانی به وسیله نامه و یا از طریق مسافر هر چه که مقدورشان است برای ما میفرستند. بین آنها اسکناس های 1000 تومانی، 500 تومانی، 100 تومانی، 50 تومانی و حتی 20 تومانی وجود دارد که فرستادند. این مبالغ ناچیز است؟ برای ما ناچیز نیست. خیلی هم اهمیت دارد. اینها افرادی هستند که برای گذران زندگی در زحمتند، ولی با صرف جویی کردن برای ما پول میفرستند. چند اسکناس 500 ریالی، 2000 ریالی، ارزش معنوی این کار برای ما خیلی بیشتر از ارزش مادی آن است. از نظر روحی ما را تقویت میکند. این بهترین چیز است. اما بهترین پاداش را ما از مبارزان همرزممان در داخل از ایران میگیریم که در شرایط سخت زندگی برای برقراری آزادی و دموکراسی و حقوق بشر تلاش میکنند و این را با هیچ پول و ثروتی نمیتوان خرید. آنها برای رهایی کشورشان با جان خود بازی میکنند. حربه مقاومت کلام است. وسیله اصلی رادیوی مخفی است که برنامه آن در پاریس ضبط می شود. روزانه 5.5 ساعت برنامه روی موج کوتاه و 0.5 ساعت برنامه روی موج متوسط که گاهی می توان آن را در تاکسی تهران نیز شنید. همه آنچه که در ایران ممنوع شده است: ترانه، موسیقی، راک و اخبار. در این استودیوی کوچک گنجی هممیهنانش را در جریان وضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان می‌گذارد. از این گذشته همه آنچه را که رژیم سعی در مخفی نگه داشتنش می‌کند به اطلاع مردم می‌رساند و به آنان تعلیم مقاومت منفی و فعالیت‌های سیاسی می‌دهد. اعتصابات و تظاهرات اخیر در شهرها را می توان به حساب نیروهای فعال در داخل کشور گذاشت. یکی از موضوعات جالب برای مبارزه با رژیم، غم و حزن کنونی حاکم بر زندگی مردم است. مطبوعات ایران اخیراً نتیجه یک آمارگیری در مورد احساس خوشبختی در ایران را منتشر کردند که نشان می‌دهد که بسیاری در ایران مفهوم و واقعیت کلمه شادی و شادکامی را از یاد بردند. هر هفته ما نامه و تلفن از ایران داریم. می‌دانید امروز قیمت مراسلات پستی در ایران خیلی گران است. تلفن کردن به خارج خطرات زیادی در بر دارد. ولی با این همه همیشه از ایران به ما تلفن می‌کنند. مبارزه ما یک مبارزه سیاسی است، نه یک مبارزه مسلحانه. تکنولوژی مدرن در این مبارزه نقش مهمی دارد. مثلا فکس، تلویزیون، رادیو، کاست، ویدیو کاست از جمله این وسایل هستند. ولی امروز فکس نقش مهمتری دارد. با فکس ما می توانیم هزاران صفحه نوشته و پیام را به داخل کشور بفرستیم. این متنی است که به عنوان رفسنجانی نوشته شده است و ما از طریق فکس به دفترش می فرستم. تا 15 ثانیه بعد در دفتر او خواهد. نوزده
98 21 61 61 در این فکس به او توصیه شده برای خروج از بنبست و جلوگیری از عواقب وخیم کار راه انتخابات عمومی آزاد زیر کنترل سازمان‌های بین‌المللی را بپذیرد تا از یک فاجعه عمومی در ایران جلوگیری شود. Des instances internationales afin de pouvoir prévenir cette catastrophe nationale en Iran. ببینم این فکس همین الان به دفتر رفسنجانی میرسه؟ بله، آنها شاید موقتاً بتوانند جلوی آنتن‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را بگیرند، ولی هرگز نمیتوانند کار فکس را متوقف کنند. تکنولوژی تل اوجوردوی که آن نپا بزوان ده سمیزدات سلو سمیزدات سلو فکس. به خاطر رهایی کشورم و برای حرمت حقوق افراد است که من از وضعیت زندگی کنونیم شکایتی ندارم. برای زنم متاسفم. متاسفم که از او دورم و زندگی برای ما بدین شکل در آمده است. برای او مشکل تر از آنچه که برای خود من است می باشد. آیا شما برای چنین زندگی اجباری دارید؟ بله، در شرایط امروز ایران من خود را ملزم می دانم. اگر حق انتخاب داشتم در شرایطی نظیر امروز ایران باز هم در چنین شرایطی همین راه را انتخاب می کردم. در گوشه از پاریس در خانه مخفی دکتر گنجی. دکتر گنجی آنطور که نزدیکان و همکارانش او را می نامند زندگیش در موسیقی و در چند عکس خلاصه شده است. خلاصه یک زندگی متعهد. نگاه زنی که فقط از راه تلفن با او در تماس است. یونیفرم وزارت در کنار شاه ایران. لبخند دوستی که به جای او به قدر رسیده است. مانند سلمان رشدی و تسلیمه نسرین، منوچهر گنجی در عمل به علت فتوا محکوم به حبس ابد است، حتی پس از سرنگونی رژیم ملاها. خطر مرگ همه جا او را دنبال می‌کند. هیچ دادگاه استیناف و یا فرمان عفوی نمی‌تواند شامل این فتوا شود. در سر هر کوچه‌ای یک مسلمان خوشگندیش میتواند به دلخواه خود به جلادی بدل شود. در چنین وضع دشواری است که دکتر گنجی دلیلی برای پایداری در تصمیمش میجوید. مگر آنها کی هستند که بتوانند فتوای مرگ یک انسان را بدهند؟ واقعا کی هستند؟ آنها فقط دیکتاتورانی هستند که فرمان کشت و کشتار میدهند. من هیچ گونه ترسی از دستور قتل آنها ندارم. البته سعی می کنم عاقلانه رفتار کنم، اما می دانم که انسان روزی به دنیا می آید و روزی از دنیا می رود. من امروز ترجیح می دهم در خدمت هدفی بمیرم که به آن عشق می ورزم، آزادی وطنم، تا در اثر بیماری و پیری. هدفی که در نظر من مقدس است و مرگ برای کسب آن برایم افتخارآمیز است. من در چنین حالتی زندگی می کنم و اصلا ترس را به خود راه نمی دهم. من به خوبی می دانم که اگر روزی مرا بکشند هزاران نفر دیگر وجود دارند که به سادگی جای مرا پر و راه مرا دنبال خواهند کرد. آنها که نمی توانند همه ایرانی ها را بکشند. این بود برنامه فرستاده ویژه کانال دو تلویزیون فرانسه درباره دکتر گنجی، و این بود برنامه مخصوص ما، برنامه تلویزیون بهترین، برنامه شو بهترین از کانال 62 لس آنجلس.